درود. امروز در کشور نشست‌های مطبوعاتی آغاز گردید. اکنون وزارت‌های اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوری اوید به جنبست فعالیت در سال 2023 به روزنامه‌نگاران اطلاع می‌دهند. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری در مسئله ایلوه بند قانون در مورد سفرها و برنامه‌های کنسرتی هنرمندان گفت که هدف از آنها تنها به رسمیت درآوردن است. اوبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که یگانه چیز مهم این وافقه کردن با وزارت فرهنگ است و این گونه طلبات‌ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد. در نشست کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت کشور اوید به فرا گرفتن روزنامه‌نگاران و واحدهای ساختاری آن در خارج کشور گفته شد. ذکر گردید که در سال 2023 آنها در جمهوری مردمی چین، هندوستان و جمهوری اسلامی ایران با کورس‌های آموزشی جلب گردیدند. تیم فوتبال دانشگاه ملی تاجیکستان نقشه دارد در آینده نزدیک هم در سمت فوتبال خرد و هم در سمت فوتبال بزرگ در لیگ‌های کشور بازی نماید. این نقطه امروز ضمن نشست دانشگاه ملی تاجیکستان ذکر گردید. گفته شد که سال روان دسته فوتبال خرد دانشگاه علاقه فعالیت خیش را آغاز کرد، اما با علت ناتاسیس بودن و کم تجربگی بازینگران دسته در مرحله مقدماتی شکست خورده از ادامه رقابت های امسال بین فوتسال های کشور بی‌نصیب گردید. ولی اکنون فوتبال کلونی دانشگاه نیز از حساب استادان دانشجویان با مهارت ترکیب یافته نقشه دارند در آینده نزدیک در لیگ های کشور بازی نمایند. دولتزاده عثمان دیرکتور ژنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی امروز در نشست خبری گفت که دوام سال 2023 از طرف کارمندان کارخانه های تابعه نهاد واقع در شهر و ناحیه‌های کشور با مردم خدمت‌های گوناگون کمونالی با مبلغ 207 میلیون و 823 هزار سومانی رسانیده شده است که این نسبت سال گذشته 5 میلیون و 445 هزار سومانی زیاد بوده، سرعت افزایش آن 102.7% را تشکیل می‌دهد. از جانب اداره تهیه و دوبلیژ فیلم‌های مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه دوام یک سال 60 فیلم بدیعی در حجم زیاد از 99 ساعت در موضوع‌های گوناگون ترجمه و دوبلیژ شده پیشنهادی بینندگان گردانیده شده است. شرح امروزه نشست‌های مطبوعاتی را در پیشنهادی من سیوره قیوم‌الدین شنیدید. خوش باشید.